خانم آقای درود بر شما، به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتتون هستم و این خبرها و مطالب ارتباطی با هیچ رسانه‌ای نداره. شنبه 15 تیر 6 جولای یا ژوئیه است در خدمتتون هستم. چهارشنبه نتونستیم خدمت برسیم به این دلیل که فیسبوک و اینستاگرام مشکل فنی در سطح بین‌المللی داشت و نمیشد که لایو در خدمت باشیم. پوزش میخوام به این دلیل. چند خبر و مسئله مهم هست امشب خدمت رو عرض میکنم. قبل از اون اجازه بدید یک یادآوری بکنم که خیلی ها سوال میکنن منابع شما کجاست. ما از منابع متعددی استفاده میکنیم در داخل و خارج از کشور. منابع ویژه‌ای داریم، مخصوصا زمانی که در کانال یا کانال‌های تلگرامی و در اینستاگرام در شبکه‌های اجتماعی خبر رو اختصاصی می‌نویسیم و در وبسایت آوا تودی، بدون شک اینها منابع موثق و منابعی هستن که ما فکر میکنیم که خبرهاشون کاملا درست هست و تاکنون هم خوشبختانه ثابت شده که اخبار و همه گزارشاشون درست بوده. یک یادآوری خیلی کوتاه میکنم. بنده خدمتون عرض کردم که تعداد زیادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دستگیر شدن. اگر یادتون باشه رمضان شریف سخنگوی سپاه اومد تکذیب کرد بعد از مدتی از انتشار این خبرها که بقیه کانال هم بعد منتشر کردن، اومدن تکذیب کردن، گفتن این معاندین ضد انقلاب اینو میگه، تمامی سرداران همه سر جای خودشون هستن، اونایی که ما اسم بردیم، به طور غیر مستقیم این رو منتشر کردن. بعد این هفته، هفته قبل، سخنگوی قوه قضاییه رسما اومد تایید کرد تمام گزارش های ما رو. ما خدمتتون عرض کرده بودیم که 120 فرمانده سپاه رو در رده های ارشد و میانی دستگیر کردن در سراسر کشور. حالا قوه قضاییه اعلام کرده که ما شبکه ای از جاسوسان امریکایی و نمیدونم اسرائیلی رو در مراکز اتمی، در نیروهای نظامی و دقیقا تایید صحبت هایی که قبلا خدمتون عرض کرده بودم، با این تفاوت که اینها جاسوس نبودن. مردم بدونند بیش از 125 فرمانده میانی و ارشد سپاه پاسداران که دستگیر شدن و بازداشت شدن، برخی هنوز مشخص نیست چه حکمی دارن، اینها افراد میهن‌پرستی بودند که از ظلم و فساد و ستمی که جمهوری اسلامی بر مردم روا می‌داره اینها فاصله گرفته بودند، زاویه گرفته بودند با رژیم و میخواستن که به مردم بپیوندن. هیچ یک از این افراد جاسوس نبودن و اساسا این پرسش رو باید مطرح کرد. خب این چه سپاهیه که 125 نفر افسر ارشدش جاسوس دشمنن؟ خب بنابراین هیچ نقطه کوری یا اطلاعات محرمانه باقی نمیمونه که دشمن ندونه، اگر این درست باشه. تحت هیچ عنوان درست نیست، این پاپوشه. و خوشبختانه تعداد افراد میهن‌پرست در درون سپاه پاسداران و بسیج که همه فکر میکنن این دو نهاد بدترین ها هستند بسیار زیاده. البته این به اون مفهوم نیست که فرماندهان ارشدی که به بیت خامنه‌ای وصلن در مرکز سقل فساد در سراسر کشور دست بالایی دارن اینها آدم های مجرمی نیستند یا با مردمن. خیر، ولی هدفه مشخصمون این هست که بگیم تعداد زیادی از افسران سپاه پاسداران افراد میهن‌پرستی هستند که روز به روز هم دارن گسترش پیدا میکنن و حتی در سطح بسیج. تغییراتی که میشه کاملا هدفمند هست. اینها از ریزش ها میترسن، نمیدونن چه کار بکنن، انگ جاسوسی و انگ های مختلف رو به اینها میزنن که بتونن با سرکوب و تصفیه حساب تعدادی رو بلکه نگه دارن و در روز موعود، روزهای موعود که به اینها متوسل خواهند شد تا نظام رو حفظ بکنند، دیگه کسی سرپیچی نکنه و از بقای فساد و رهبر نظام و کل جمهوری اسلامی اینها حفاظت بکنند. دوستان، این خبر خیلی خبر مهمی هست. لطفاً اگر ممکنه شیر بکنی در فیسبوک، در اینستاگرام و در بقیه، اگر در توییتر هم میبینید لطفاً همین حالا برای دوستانتون بفرستید.
سردار سید اصغر میرجعفری رئیس پیشین حفاظت اطلاعات وزارت دفاع که میدونید مجموعه وسیعی از اطلاعات دست ایشون بوده، زیر دست ایشون بوده و بسیار فرد مهمی هست، خبرش رو ما قبل از همه گذاشتیم که گفته شده، حالا اصل داستان چی هست، گفته شده در نزدیکی جاسک روبوده شده، یک تصادف ساختگی. این روایتی هست که در درون سپاه و وزارت دفاع منتشر کردن. دو تا ماشین، دو تا خودرو، خودرو سردار میرجعفری با یک خودرو دیگه تصادف کردن، ظاهرا تصادف بوده، اومده پایین از ماشین که چه اتفاقی افتاده، یه هلیکوپتر سیاه رنگ میاد میشینه، سردار رو با خودش میبره، دو تا خودرو هم اونجا میسوزونن. بعد اومدن مدعی شدن که این دشمن بوده، اومده هلیکوپتر رو اونجا طوری اومدن طراحی کردن عملیات رو که این سردار رو با خودشون بدوستن. ولی در واقع طبق اطلاعاتی که ما داریم، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جهت حذف سید اصغر میرجعفری این سناریو رو ترتیب داده. چرا؟ عرض میکنم. اول اینکه اگر سایبری ها مدعی شدن که نه خیر این درسته، اینو رو بودن، مثلا میگن اسرائیل رو بوده، یا دشمن منظورشون اسرائیل هست یا امریکاست یا عربستانه، در جاسک، در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، در جنوب ایران، خب اینا مدعی هستن که اگر پهباد امریکایی که خیلی پیشرفته است از کنار مرز ایران رد بشه، اینها رصد میکنن، میبینن، از قبل رصد کردن، میتونن هدف بگیرن، اون رو از بین ببرن. خب چرا یک هلیکوپتر وارد خاک ایران میشه، میاد میشینه، یک سردار رو با خودش میدزده میبره، شما بعد متوجه میشید که این عملیات دشمن بوده. ولی چرا این سناریو رو اینا طراحی کردن؟ دلیل اصلش این هست که حسب افراد مطلعی که فکر میکنن اینها ممکنه اطلاعاتی رو درز بدن و یا در شرایط حساس در صف مردم قرار بگیرن، شروع شده. حالا یکی با تصادف یکی رو داروش تزریق میکنن، سکته میکنه، یکی از بین میبرن. این خیلی مهم هست، پیام به تمامی کسانی که در گذشته در جمهوری اسلامی مقام و منصب اطلاعاتی داشتند، اطلاعات زیادی دارند و فکر میکنن به نحوی اینها با مردم هستند، حفظ جون خودشون بر عهده خودشون هست، یا مخفی بشن یا مواظب باشند، خودشون بهتر میدونن. دارن اینها رو شکار میکنن، یکی پس از دیگری از بین میبرن، برای اینکه میخوان رد پا رو گم بکنن، کسانی که اطلاعات حساس دارن رو از بین میبرن. خیلی هم راحت هست، یه سناریو ترتیب میدن، یه کار دشمن بود. حالا برای بقیهش هم که مشخصه، حالا ممکنه در دفعات بعدی مثلا اینو بندازن گردن یه گروه در بلوچستان، یکی در کردستان، یکی در آذربایجان، یکی در تهران، گروه های مختلف که خیلی زیاده براشون راحته. پس بنابراین وظیفه حفاظت از جان شمایی که اطلاعات حساس و مهمی دارید و میدونید که به نحوی یا در شرایطی هستید که طرف مقابل دشمن میدونه که شما با مردم هستید، ناراضی هستید نسبت به فساد، نسبت به مدیریت کنونی کشور، وضعیتی که در حال حاضر ایران با اون تحت حاکمیت آخوندها مواجه شده، با خودتون هست. وظیفه حفاظت از جان شما با خودتون هست. اگر فکر میکنید که نمیتونید خودتون رو محفوظ کنید، از کشور خارج بشید، شاید این راه مناسبی باشه. جدا از اون، سردار غلام حسین قیپرور، فرمانده قرارگاه امام حسین بعد از همدانی، فرمانده بسیج که میدونید ظاهراً در حکم برکنار شد و گفتن که خیلی عادیه، و طبیعتاً اینا نمیان بگن که ما داریم تصفیه حساب میکنیم و کسانی که ازشون نگران هستیم رو داریم حذف میکنیم. به همین دلیل اومدن گفتن که برکنار شده. طبق خبرهایی که به ما رسیده، سردار قیپرور بازداشت شده. حالا آیا بازداشت موقت هست،
در زندان میمونه چه خواهد شد ما نمیدونیم، ولی میدونیم که ممکنه همین خبر تأثیر همون سردار علی نصیری رو داشته باشه. ما گفتیم که بازداشت شده، به محض اینکه این رو گفتیم تحت الحفظ 7 نفر اردن گذاشتنش در جلسه ای که قاسم سلیمانی و بقیه بود پشت سرش بشینه. یه تیم هم از صدا و سیما آوردن مصاحبه ای مثلا ظاهرا بله من هستم ترتیب بده، بلافاصله بعدش با تحت الحفظ با ماشین بردنش دوباره به بازداشتگاه سردار علی نصیری. ممکنه این اتفاق رو هم ما دوباره ببینیم که تکرار بشه، ولی خوشبختانه دستشون رو شده و ما خیلی بهشون نزدیک هستیم و به نوعی هست که خوشبختانه نمیتونن خبری رو چندان، یعنی چند روز بیشتر مخفی نگه دارن. دوستان، موضوع دیگه‌ای که خیلی مهمه، بارها گفتیم، بنده خدمتون عرض کردم، سایبری ها اومدن گفتن نه این درست نیست، سازوکار مالی اینستکس که اروپا قولش رو به جمهوری اسلامی داده بود، بارها گفتیم که این دروغی بیش نیست. اروپایی ها نظام رو سرگرم میکنن، اونها نهایتاً در قدم پایانی امکان نداره که آمریکا رو تنها بگذارن برای جمهوری اسلامی، چون این مسئله تجارت و بیزنس هست. 1,000 میلیارد دلار داد و ستد و تجارت اقتصادی بین اروپا با امریکا رو به خاطر 20 میلیارد 25 میلیارد با جمهوری اسلامی به خطر نمیندازن. خیلی لازم نیست که تحلیلگر خوبی باشید تا اینها رو بدونید، خیلی ساده است. حالا خود حسن روحانی و ظریف اومدن گفتن خب ما قبلا گفتیم که به جایی نمیرسه مردم، و متاسفانه افراد زیادی مخصوصا کسانی که بدون اطلاع وارد بازار ارز شدن، ارز خریدن، اینها تحت این عنوان که سازوکار اقتصادی اروپا، سازوکار مالی اروپا با جمهوری اسلامی داره راه میفته و داره حرکت میکنه و دلار رو باش بیاریم پایین، قیمت ارز رو، خیلی مال باخته شدن یا ضرر کردن. افرادی که خب اهل تحلیل بیشتری بودن مقاومت کردن و خوشبختانه هیچ زیانی به اونها وارد نشده. ولی در حال حاضر داستان چی هست؟ اولا حتی اگر اینستکس عملی میشد به جایی نمیرسید، یک دلار هم وارد ایران نمیشد. متاسفانه کسی نمیره بخونه که داستان چیه. قرار بود که اینها این شبکه مالی رو در اروپا داشته باشن، پولی که جمهوری اسلامی داره اونجا باشه، در چهارچوب کالاهایی که تحریم نیستن مصرف بشه، مثلا مواد خوراکی، دارویی و غیره، نه اینکه جمهوری اسلامی نفت بفروشه به اروپا. اینها دروغ‌هایی بود که متاسفانه امپراتوری دروغ توانست تعدادی از شهروندان ایرانی رو با اون فریب بده و دست ببره به جیب اونها. همزمان داریم میبینیم که اینها با قطع امید از اون طرف دوباره متوسل شدن به دست بردن به جیب مردم از راه‌های مختلف. دیو گرانی رو راه انداختن، مثلا یک مرتبه سیمان 37% بالا میره قیمتش، در صورتی که همین سیمان تولید داخلی رو قبلا با تمام امکاناتی که بود در داخل کشور تولید میکردن قیمتش پایین تر بود. چرا؟ برای اینکه این فرق، یعنی افزایش بالای قیمت، کاملا کنترل شده، مدیریت شده توسط دولت با شراکت سپاه پاسداران هست. هر کدوم سهم دارن در این وسط، دقیقا مثل پیاز که یه مدت گرون شد، مثل شکر، مثل بقیه کالاها که ما داریم میبینیم یهو گرون میشن. ولی اساسا این روش هم، این ترفند هم که دست بردن به جیب مردم هست، یه کالایی رو شما با 3 برابر قیمت بفروشید، خب در این بین 50% برای مثلا دولت از سودش، 50% برای سهم بندی که خودشون بهتر میدونن، مردم هم ضررمند بشن. خیلی راحت هم پاسخ میدن که این مسئله تحریم هاست، تقصیر ما نیست، در صورتی که دیگه کمتر کسی مونده ندونه که مواد خوراکی و دارویی تحت هیچ عنوان شامل هیچ تحریمی نمیشن. هر کس این رو میگه به شما کاملا دروغ میگه و این یک فرافکنی هست برای فرار از حقیقت. ولی وضعیت مالی کشور چه خواهد شد؟ آیا بهتر خواهد شد؟ تا حالا امپراتوری دروغ که به شما گفته وضعیت بهتر خواهد شد، آمریکا شکست میخوره، آمریکا فلان، ما اینیم،
حقیقت داشته، به حقیقت پیوسته. همه باید ببینن، همه باید این رو بدونن. در روزها و هفته های آینده ما شاهد تحریم های بیشتر، گسترده تر و تحکیم عمل شدن یا عملی شدن تحریم ها در سطح جهان خواهیم بود. یک اراده بسیار قوی پشت این مسئله است که تحریم ها مو به مو اجرا بشه. یعنی دیگه جمهوری اسلامی اگه دور دنیا رو بزنه کشتی نفتیش، باز هم توقیف خواهد شد و نمیتونه بفروشه. حالا مجبور هست از راه‌های مختلف، مثلا قاچاق با از طریق کامیون که وارد عراق میکنن که اون هم جلوگیری خواهد شد، مثلا در حد 150,000 بشکه بتونن قاچاقی با بهای 1/3 یا در حالت بسیار عالی 1/2 قیمت اصلی و جهانی به فروش برسونن، که اون هم رصد خواهد شد و قطع خواهد شد. تحریم رهبر جمهوری اسلامی که داره عملی میشه، 200 میلیارد دلار جمهوری اسلامی رو بلوکه کرده و یکی پس از دیگری دارن در بانک‌های مختلف رصد میکنن، جلوگیری میکنن. این فرایند بسیار جدی هست. ما ولی متاسفانه با دوره سختری در وضعیت اقتصادی مواجه خواهیم شد. همه این رو بدونن. شاید خیلی ها بپرسن که از این بدتر؟ بله، از این بدتر به مراتب. شاید 3 ماه دیگه خیلی ها در آرزوی امروز باشن، بگن که امروز خیلی وضع خوب بود. این وضعیت رو جمهوری اسلامی به شما نمیگه و سعی میکنه با دروغ بگه که خیلی دروغ درمانی، وضعیت خوب میشه، نگران نباشید، مردم رو نگه دارن، اعتراضی نشه. دوستان، موضوع مهمی که در این بین مطرح هست و فردا شروع میشه، مسئله ای هست که این رو لطفا کاملا دقت بکنید که خب میگذره این مرحله و این ویدیو باقی میمونه. جمهوری اسلامی علنا داره کشور رو وارد جنگ میکنه، غنی سازی رو دارن رها میکنن، هر مقدار که بخوایم از فردا هم قرار عملی بشه. اگر عملی بشه، حالا ما نمیدونیم، ممکنه تا این لحظه همین قرار هست، ممکنه امشب یک حیله شرعی به قول خودشون براش پیدا کنن و نذارن که بشه. ولی اگر بشه چه خواهد شد؟ اگر بشه، مجوز رسمی برای حمله نظامی به مراکز هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی صادر میشه. یعنی عملا اعلان جنگ به جهان هست. جمهوری اسلامی داره اعلان جنگ میکنه. از قبلم سپاه قدس میخواست با سپاه پاسداران به 6 کشتی نفتکش حمله کردند، به سفارت امریکا حمله کردند، پهباد امریکایی رو زدند. یعنی تمام اینها با این هدف هست که ما جنگ میخواییم. تحلیل خودشون این هست که خب این جنگ که شروع شد تعدادی کشته میشن. حججی رو چجوری اینا بزرگش کردن؟ یه نفر کشته شد که برای حفظ بشار اسد، حکومت سوسیالیستی، هنوز تعداد زیادی از افراد داخل جمهوری اسلامی نمیدونن که حکومت سیستم در سوریه بعثی اشتراکی هست، سیستم سوسیالیستی هست، هیچ ارتباطی به اسلام نداره، چه برسه به حراست و حفاظت از حرم، مدافع حرم. هنوز تعداد زیادی این رو نمیدونن. بیان این کشته ها رو علم بکنن، عیناً مثل حججی بهونه سرکوب کامل و مستقیم رو به دست بیارن و به نحوی مردم رو بترسونن که اینها بتونن بقای نظام رو تثبیت بکنن. ولی تمامی این معادله، شک نکنید که تنها یک اشتباه محاسباتی کامله. جمهوری اسلامی نابود خواهد شد در کوچکترین جنگی، مگر اینکه به طور کامل تسلیم بشه و هیچ واکنشی از خودش نشون نده، که بعید به نظر میرسه آقای خامنه‌ای چنین وضعیتی رو بپذیره. دوستان، اصلا نمیخوام این جمله رو بگم و
ولی جمهوری اسلامی کشور رو داره به طرف جنگ میبره. اگر روزی که بنده اومدم خدمتتون که گفتم نقطه زنی امشب به ایران حمله خواهد شد و بعد دو سه ساعت مشخص شد که بله آقای ترامپ 10 دقیقه قبلش نذاشته، اگر اون حمله انجام میشد چند تا پایگاه رو میزدن، ولی اگر غنی سازی صورت بگیره تمام پایگاه ها رو میزنن، مراکز هسته‌ای رو هم میزنن و به احتمال زیاد اسرائیل هم در این حملات شرکت خواهد کرد. کما اینکه اسرائیل 221 بار به سپاه قدس، سپاه پاسداران در اسرائیل حمله در سوریه حمله کرده و اینها نتونستن هیچ پاسخی بدن. همه ما شاهد هستیم. اینها برای حفظ نظام دارن کشور رو به سمت جنگ میبرن. دلیل اصلیش اینه دیگه پاسخی برای وضعیت فعلی ندارند. راهکاری هم ندارند. فساد چنان گسترده شده، چنان گسترش پیدا کرده که ما یک نقطه‌ای نداریم در درون جمهوری اسلامی که این نقطه فاسد نیست. این مرکز مدیری داره که فاسد نیست، دزد نیست، اختلاسگر نیست، نداریم. اگر شما دارید لطفاً اسمش رو برای ما بفرستید، ما به عنوان مدیری که فاسد نیست، مدیر در سطح کلان، ما پخش کنیم. پیدا نکردیم تا حالا. همه حقوق‌های نجومی، دزدی‌های کلان، حتی اداراتی که در بدترین شرایط موجود هستند کارمندانش دارن اخراج میشن، ولی شما برید رئیسش رو نگاه کنید. در چنین وضعیتی اخراج کارمندان رده پایین، تعدیل نیرو در اکثر نهادها داره صورت میگیره. در اکثر نهادها شاید تعجب کنید که بگم مثلا در بخش مطبوعات اصحاب رسانه که جمهوری اسلامی خیلی به اینها نیاز داره، حتی دارن اینها رو تعدیل میکنن. ما خبرهای زیادی داریم از روزنامه‌های مختلف، مثلا وضعیت مطبوعات در فلان روزنامه، فلان روزنامه، از جمله همشهری. تنها مؤسسه همشهری 70 میلیارد تومان بدهکاره. 70 میلیارد تومان از تیراژ 100 هزار به 30 هزار رسیده، 35 هزار رسیده و دارن عملا قراردادی ها رو اخراج میکنن. یه آدم سپاهی لطیفی رو بردن اونجا گذاشتن برای اینکه تشخیص بده، از کی خوشش نیاد بگه این با نظام زاویه داره، این رو اخراج کنید تحت عنوان تعدیل نیرو. حالا صدها نفر در بخشای مختلف چاپخونه، در مراکز مختلف همشهری دارن کار میکنن، قرار هست همه قلق و غم بشن. روزنامه نگاران شرافتمندی که در همشهری و بقیه روزنامه ها که دارن نیروهاشون رو تعدیل میکنن، کار میکنن و شما دارید میبینید چه اتفاقی میفته، نباید ساکت باشید. شاید مستقیم نتونید شما خبر رسانی کنید، ما صدای شما هستیم. خبرهاتون رو بفرستید برای ما، تماس بگیرید. خودتون بسیار خوب میدونید چجوری محرمانه و با در نظر گرفتن تدابیر امنیتی تماس بگیرید و خبرهای واقعی رو، پیامهایی که باید صدای مردم هستند به همه مردم ایران برسه رو به ما بگید. اینا تعدیل نیرو در همشهری میکنن. همشهری بدهکار مجموعه همشهری، ولی حاضرن یک کشتی بزرگ با 1 میلیون بشکه نفت با موشک‌های کوتاه برد، تسلیحات نظامی رو دور آفریقا بره تا به سوریه برسه، به سوری‌ها کمک کنن، مجانی بهشون بدن. پول دارن برای اون، ولی پول ندارن برای همشهری، برای شما. شمایی که تعداد زیادیتون، بخش زیادی از شما در برهه‌ای مداح خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بودید، دیگه بسه. لحظه یه که باید تصمیم بگیرید و بدونید که نظام و رژیم در فکر شما نیست و بدونید که اینها شما رو قربانی میکنن، براشون ارزش و اعتباری ندارید. به مردم برگردید، آغوش مردم باز هست، به مردم خدمت کنید، به تغییر رژیم و ایجاد یک نظام دموکراتیک که میتونه سعادت، خوشبختی و رفاه رو به تک تک خونه های سراسر کشور ببره.
دوستان، امروز ما مطلبی رو منتشر کردیم از اعلام موجودیت گروه مدیریتی سربازان گمنام میهن یا سربازان گمنام ایران در داخل کشور. گروهی از روشنفکران داخل کشور بالاخره نخستین هسته های سربازان گمنام رو تشکیل دادند. ما هم به زودی دستورالعمل هایی که برای تشکیل، نحوه تشکیل گروه ها، گروه های سربازان گمنام میهن، چگونگی عمل کرد، وظایف و جزئیات این گروه ها رو خدمت همتون ما منتشر میکنیم، براتون میفرستیم. ما دوستان از مرحله نافرمانی مدنی خارج شدیم، عبور کردیم. چرا؟ کشور داره نابود میشه، وضعیت بسیار بد هست، دیگه فرصتی نیست برای نظاره‌گر بودن، فرصتی نیست برای اینکه ببینیم چی میشه نافرمانی مدنی بکنیم. ما از این مرحله عبور کردیم، باید در مرحله سازماندهی برای تمرکز اعتراضات باشیم. مرحله فراتر هستیم، یعنی مرحله سازماندهی و آماده شدن برای اعتصابات سراسری باشیم. بازاریان از قبل گفته بودند اگر غنی‌سازی شروع بشه در سطحی که جهان با اون مخالفه، اعتصاب خواهند کرد، برای اینکه میدونن بازاریا اولین افرادی خواهند بود که نابود خواهند شد. دار و ندارشون از بین میره، اقتصاد به طور کلی از بین خواهد رفت، گرچه در حال حاضر هم وضعیتشون بسیار بده. ما باید به سمت ایجاد اعتصابات گسترده بریم که همه در داخل صورت بگیره. نقش ما چی هست؟ صدای مردم رو به خود مردم میرسونیم و صدای مردم رو به مراکز تصمیم گیری در جهان میرسونیم. بیشتر از این نیست، هماهنگ کننده ایم. فرماندهان و رهبران واقعی در میدان هستند و مشغولند. اگر از خارج از کشورم کسانی مردم تشخیص بدن که رهبر هستن و شرایطی رهبری رو داشتن، خب راه باز هست برای همه. ولی دیگه ما از مرحله نافرمانی مدنی عبور کردیم، شرایط بسیار حساس هست، یک مرحله جلوتر و اون تمرکز بر ایجاد گروه ها و سازماندهی برای متمرکز کردن اعتراضات هستیم. باید جلوگیری بکنیم از نقشه‌ای که جمهوری اسلامی برای نابودی این کشور کشیده. در صورت نابودی، نابودی ایران، همه زیانمند خواهند شد. به گونه‌ای نیست که تعدادی وضعش خوب باشه، تعدادی بد. به همین دلیل گرچه ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی به سمت جنگ داره کشور رو می‌بره، ولی ما نباید امید ببندیم به نتایج جنگ. باید حتی الامکان قبل از هر گونه درگیری، وظیفه اصلی خودمون که آزادی کشور هست رو به انجام برسونیم. این ساده ترین، بهترین، کم هزینه ترین راهی هست که ما تغییر رو در کشور ایجاد بکنیم. پس بنابراین توصیه های بعدی رو لطفاً جدی بگیرید. مطالبی رو که در این باب منتشر میشه لطفاً پخش بکنید، برای دوستانتون بفرستید. اگر لازم هست هر کسی با چند نفر بتونه صحبت بکنه، در این زمینه توضیح بده. دوستان، آخرین مسئله‌ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم این هست که بسیاری از ما سرخورده ایم، ناراحتیم، فکر کنیم به خط پایانی رسیدیم، به بن‌بست رسیدیم، دیگه راهی نیست، همه چی تموم شد، منتظر باشیم ببینیم چی میشه. چنین وضعیتی خطرناک هست. همه ما ناچار هستیم که و مجبوریم که و باید عزممون رو جزم کنیم، اراده بسازیم، با انگیزه سازی و با اراده خودمون
پیش بریم به سمت تغییر. دوستان شک نکنید هیچ کسی اون تغییر رو که در ذهن مردم ایران هست ایجاد نخواهد کرد، هیچ کشور خارجی. همه به فکر منافع خودشون هستن و سیاست جهان این هست، ساختار سیاسی جهان این هست. اگر جنگی بشه، در فرایند اون جنگ وضعیت خوبی ایجاد بشه، به این دلیل نیست که میخوان مردم ایران رو آزاد بکنن، به این دلیل هست که جمهوری اسلامی وضعیتی ایجاد کرده که ناچار هستن برخورد نظامی باش انجام بدن. از این حالت بیتفاوتی، انتظار و این حالت اینکه ما هیچ نقشی نداریم، ما نمیتونیم کاری بکنیم، ایجاد فضای جمود، چه جمود فکری چه عملی، در سراسر کشور خطرناک است. باید از این فضا خارج بشیم و باید تحت هر شرایطی ما اتحادی رو ایجاد بکنیم در بین همه افکار مختلف. دوستان، کسانی که، گروه هایی که، افرادی که سعی می کنند افکار خودشون رو، حالا که هنوز اون حکومت جمهوری اسلامی ساقط نشده، با زور تحمیل بکنن بر دیگران، اینها از تهران هدایت میشن، از اتاقهای اطلاعاتی هدایت میشن، قابل اعتماد نیستند، دلسوز هم نیستند. اینها نباید فریب این گروه ها رو خورد تحت عناوین مختلف. اگر ما متحد نشیم جمهوری اسلامی نخواهد رفت، این رو با صراحت بگیم. پس بنابراین اونها هم انگشت گذاشتن رو این نقطه بسیار حساس که نذارن متحد بشیم. پس بنابراین فریب این سیاست رو نخورید، فریب این ترفند رو نخورید، باید خونسا بشیم. و هیچ گروهی هم اساساً قبل از سقوط جمهوری اسلامی مدعی نشده که سیستم حکومتی در فردای ایران باید این سیستم باشه. هیچ بایدی وجود نداره. همه بایدها پس از سقوط جمهوری اسلامی پای صندوق‌های رأی هست. یک واژه کمتر از این نپذیرفتنی هست، نخواهد شد. پس بنابراین صداهایی که در صدد ایجاد تفرقه هستند رو بشناسید. لزومی نداره ما اسم ببریم. اگر یک سایبری میهنی میبینه که کامنتی ممکنه اتحاد رو خدشه‌دار بکنه، باید در مقابلش موضع‌گیری بکنه. این خیلی مهمه. دیگه دشمن در قالب حمایت از خامنه‌ای نمیاد جلو، برای اینکه میدونه خامنه‌ای فردیست در داخل کشور، هر کی علیهش عمل بکنه، علیهش صحبت بکنه محبوب میشه. وضعیت ایجاد شده، شاید باور نکنید، افراد بسیجی میگن نمیشه ما به همه اینها هم اعتماد نکنیم بگیم همه سایبری هستند. افراد بسیجی به ما میگن هر کی علیه آقا صحبت کنه در محفل خصوصی قابل اعتماد، معتبره. یعنی هر کی از خامنه ای فاصله بگیره محبوب میشه. اینا دیگه با این لباس نمیان. اینا در قالب و در چهارچوب دلسوزی برای ایران و یک طیف خاصی که فکر میکنن اینها ممکنه شانس بیشتری داشته باشن از بقیه، میان تفرقه افکنی میکنن. باید مواظب باشیم. این وظیفه همه سایبری های میهنیه. پاینده باشید. بدرود تا بعد.